درود بر شما دوستان عزیز. آیا هر وقت که با یک دختر صحبت میکنید زبان شما به لکنت افتاده و حتی اسمتون رو هم فراموش میکنید؟ اگه اینطور هست زمان اون رسیده که در صحبتهای خودتون خودی نشون بدید و خیلی سریع توجه دختر مورد نظرتون رو جلب کنید. در این ویدیو به اون سوال پاسخ داده میشه که چگونه با یک دختر صحبت کنیم. برای صحبت کردن با یک دختر با دیدی دوستانه و راحت به اون نزدیک شده و با نشان دادن علاقه نسبت به طرز فکرش، تعریف صادقانه از او و با استفاده از زبان بدنی باز به او احساس خاص بودن بدید. ممکنه کمی سخت به نظر برسه، اما با کمی تمرین میتونید بدون دغدغه با هر دختری که تمایل داشتین صحبت کنید. در ادامه با نحوه صحبت کردن با دخترها شما عزیزان رو آشنا میکنم. با من رکسانا همراه شوید. شماره 1، نگاه او رو بدزدین. برای این کار لازم نیست حرکتی خاص یا عجیب و غریب انجام بدید. در حقیقت اصلا نباید چنین حرکتی انجام بدید، فقط کافیه تا از دور به او لبخند بزنید. اگه با او برخورد کردید از او معذرت خواهی کنید و یا به او نگاه کرده و مسیر نگاهتون رو عوض کنید و بعد از چند لحظه دوباره به اون نگاه کنید. لازم نیست به محض اینکه اون رو دیدین سلام کنید، بلکه باید ابتدا حس کنجکاویش رو نسبت به خودتون تحریک کنید. البته اگه از قبل اون دختر رو میشناسین لازم نیست تا پیش از سلام کردن کار خیلی خاصی انجام بدید. اگه اعتماد به نفس لازم رو داشته باشین حتی میتونین جلو رفته و خودتون رو معرفی کنید. وقتی برای صحبت کردن به یک دختر نزدیک میشین زبان بدن شما باید گویای اعتماد به نفستون باشه. در هنگام نزدیک شدن به او سرتون رو بالا بگیرید. نگاهتون رو به جلو برده و حالت بدنتون ریز مناسب باشه. اگر سلام کردن شما خیلی با تأخیر صورت بگیره ممکنه احساس کنه که به او بی‌توجهی شده. شماره 2، خودتون رو معرفی کنید. فقط کافیه بگید سلام، مثلا من علی هستم، اسم شما چیه؟ یا سلام، من علی هستم، از دیدنتون خوشحالم. میتونید صحبت خود رو با یک موضوع مشترک میان خودتون مثل کلاسی که هر دو در اون حضور دارید شروع کنید. وقتی اسمش رو به شما گفت میتونید در صورت امکان و با توجه به موقعیت و تمایل او دست خود رو جلو برده و به آرامی با او دست بدید. سعی کنید این کار رو مانند افراد بی دست و پا انجام ندید. ممکنه این کار کمی عجیب به نظر برسه، اما از قدیم الایام افراد این گونه خود رو معرفی میکردن و همچنان نیز این گونه هست. البته لازم به گفتن نیست که در محیط‌هایی مثل دانشگاه یا محل کار نمیتونید این کار را انجام بدید. اگر از قبل اون دختر را میشناسید میتونید فقط سلام کرده و او را با نامش خطاب قرار دهید. وقتی اسم اون را متوجه شدید چند باری از اون استفاده کنید تا متوجه بشه که به او توجه کرده و صحبتاش براتون مهم است. یک یا دو بار گفتن نام او در حین صحبت‌ها کافی است. شماره 3، خودتون باشین. گارد نگیرید و بذارید اون دختر متوجه بشه که واقعا چه شخصیتی دارید. اگه آدم بامزه و شوخ طبعی هستین اون رو بخندونید و اگر آدم جدی هستین به جای شوخی کردن با او در مورد موضوعات جالب و مهم و البته نه خیلی جدی صحبت کنید. همزمان با اینکه اون رو بهتر میشناسین میبایست در مورد خودتون هم چیزهایی رو به او ارائه بدین تا اون دختر نیز شما رو بهتر بشناسه. همه اینها یعنی خودتون باشین. البته مواظب باشین که در تمام مدت در مورد خودتون حرف نزنید، از او هم در مورد خودش بپرسین و حتی اگه هم مشتاق نیستین خودتون رو مشتاق به شنیدن جوابهای او کنید. گرچه باید حتما خودتون باشین، اما در این حال میباید جنبه‌های غیرعادی شخصیت خودتون رو هم کمی مخفی نگه دارید. یعنی همون چیزایی که مردم پس از فهمیدن اونها پیش خودشون میگن باید اول بیشتر بشناسمش. قرار نیست طرف مقابل خود رو مردد کنید، بنابراین در مورد چیزهایی صحبت کنید که اونیز به اون علاقه مند هست. شماره 4، لبخند بزنید. در این مسیر لبخند کمک بسیار زیادی به شما خواهد کرد. لبخند نشون میده که شما از صحبت کردن با او لذت برده و در کنار او احساس راحت بودن میکنید و همین موضوع باعث میشه تا او به صحبت کردن ادامه بده. سعی کنید حالت صورتتون عادی بوده، فقط گوشه لبهاتون به شکل لبخند کمی بالاتر باشه و بعد در شرایط مناسب لبخند خود رو کامل کرده و یا بخندید. لازم نیست یک سره لبخند بزنید، اما لبخند زدن در لحظات کلیدی اول صحبت باعث میشه دختر مقابل شما حس خوبی پیدا کنه.
اگر چیز بامزه‌ای گفت هم باید بخندید. لبخند زدن باعث میشه تا دختر مقابل شما احساس راحتی کرده و این برداشت رو داشته باشه که شما از صحبت‌های او خوشتون میاد. در تمام مدت لبخند نزنید چون ممکنه عصبی یا تحت فشار به نظر برسید. شماره 5، سعی کنید وارد بحث‌های شخصی نشید. اگر از اون دختر خوشتون میاد، قطعاً دوست دارید او را بیشتر و بهتر بشناسید. اما این بدان معنی نیست که در همان صحبت اول بحث ناراحتی خود از مرگ مادر بزرگتون یا شکل جای زخم روی کمرتون رو پیش بکشین. در عوض موضوعات سبک‌تر که صحبت کردن در مورد اونها راحت‌تر هست، مانند ساعت کلاس، موسیقی مورد علاقه یا تفریحات خود میتونید مطرح کنید. با این روش دختر مورد علاقتون که هنوز شما رو به خوبی نمیشناسه معذب نخواهد شد. مطرح کردن موضوعات سبک در شروع کار به این معنی نیست که باید موضوعات کسل کننده و حوصله سربر رو پیش بکشین. یعنی برای اجتناب از بحث‌های شخصی لازم نیست موضوع آب و هوا رو پیش بکشین، مگر اینکه دختر مقابل شما واقعا به موضوع آب و هوا علاقه‌مند باشه. بذارید بحث خودش پیش بره. بعضی وقتا بحث بین دو نفر گل انداخته و خیلی سرتر از معمول مسائل رو بین خودشون باز میکنن. اگر دختر مقابلتون به شما اعتماد کرد و مسائل شخصیش رو مطرح کرد، شما هم میتونید کمی بازتر بحث رو ادامه بدید. مسائل مشترک میان خود رو پیدا کنید. سعی کنید صحبت رو به سمتی پیش ببرید که برای هر دوی شما جذاب باشه. از عدم تمایلتون به جمع گرفته تا علاقه مند بودنتون به دوچرخه سواری. برای این کار لازم نیست که به طور مستقیم در رابطه با موسیقی، غذا، ورزش یا تفریح مورد علاقه اش سوال کنید، بلکه میباید جریان طبیعی بحث رو دنبال کرده و موضوعات مورد علاقه مشترکتون رو کشف کنید. برای مثال ممکنه شما بگید که هفته پیش به کنسرت یک خواننده رفته بودیم و اون نیز بگه که عاشق آهنگ‌های اون خواننده هست. در هنگام صحبت به جای پرسیدن سوال‌هایی که می‌توان با بله و نه به اون پاسخ داد، سوال‌های باز بپرسید. این کار باعث میشه تا بحث بهتر پیش بره. نذارید سکوت معذب کننده بین شما ایجاد بشه. یادتون باشه اتفاقات فقط زمانی معذب کننده به نظر میان که شما معذب باشید. پس سعی کنید اعتماد به نفس خودتون رو حفظ کرده و صحبت رو به بهترین شکل ممکن پیش ببرید. اگه نقطه اشتراکی پیدا نکردید، ناامید نشید. اگه صحبت رو به شکل جذاب و به مدت طولانی پیش ببرید، بالاخره وجه اشتراکی پیدا خواهید کرد. ممکنه در نهایت وجه اشتراکی پیدا نکنید، اما به دلیل شباهت دیدگاه و یا شخصیتتون با هم جور شوید، که البته این هم اتفاق خوبی هست. وقتی میگین فلان گروه موسیقی رو دوست دارین، نظر اون رو نسبت به اون گروه بپرسین. بذارید متوجه بشه که علایقش برای شما مهم بوده و فقط در مورد علاقه خودتون صحبت نمی کنید. شماره 6، در هنگام صحبت کردن ارتباط چشمی نیز برقرار کنید. این نیز یک روش دیگه برای القای احساس خاص بودن به طرف مقابل هست. لازم نیست تمام مدت در چشمش دور بزنید و اون را هم معذب کنید، اما باید به دختر مقابل خود این احساس رو القا کنید که تمام حواستون به او بوده و مرتب به موبایل خود یا اطراف نگاه نمی کنید. میتونید هر از چند گاهی ارتباط چشمی خودتون رو قطع کنید، اما هدف از این کار نیست جذاب کردن فضای بینتون هست، نه اینکه به او بفهمونید که حوصله‌تون سر رفته. ارتباط چشمی نشان دهنده اعتماد به نفس است. اگر نگاهتون رو به چشمای یک دختر بدوزید، اون نیز متوجه میشه که شما اعتماد به نفس شناخته بیشتر او را دارا هستید. شماره 7، به نظرات و رفتار او علاقه نشون بدید. وقتی دختر مقابل شما صحبت میکنه، با دقت به صحبت‌های او گوش بدید. دختر از پسرایی که به حرفاشون توجه میکنن خوششون میاد. مرتبا حرفای او رو برای بیان نظرات خودتون قطع نکنید. بذارین صحبت کرده و افکارش رو با شما در میون بذاره. با تکان دادن سر به نشانی تایید، گفتن کلمات بله و نه و همچنین پاسخ دادن به سوالات او نشون بدید که به صحبت‌هاش گوش میدید. نظر او در مورد مسائل مورد علاقه خودتون، مثلا موسیقی، سبک لباس پوشیدن یا هنر مورد علاقتون رو هم جویا شوید. گرچه دانستن نظر او مهم هست، اما در همان ابتدا به سراغ مسائل مذهبی یا سیاسی نرین، زیرا ممکن است صحبتتون به بحث‌های بیهوده کشیده شود. هر از چند گاهی در پاسخ به صحبت‌هاش جملات او رو دقیقاً تکرار کنید تا به او نشون بدید که به گفته‌هاش گوش میدید. مثلا بگید کاملاً باهات موافق هستم یا حفظ ارتباط با دوستانی که از ایران رفتن خیلی سخته و غیره، تا متوجه بشه به تک تک کلمات او توجه میکنید.
شماره 8، کمی از او تعریف کنید. برای نشان دادن اهمیت او باید از جنبه‌های از ظاهر یا شخصیتش تعریف کنید. اما تعریف کردنتون نباید به نحوی باشه که او را معذب کنه. اگر از موسیقی که گوش میده یا کتاب‌هایی که میخونه خوشتون میاد، به اون بگید که سلیقه خوبی داره. تعریف کردن از لباس‌ها، مدل مو یا جواهراتش نیز اشکالی نداره. اما نباید به نحوی باشه که او احساس کنه شما بیشتر به ظاهر او اهمیت میدین تا شخصیت و افکارش. اگه خیلی با اعتماد به نفس هستین، جوری از او تعریف کنید که متوجه بشه میخواین او را درگیر خود کنید. اگر میخواین از ظاهرش تعریف کنید، از لباس، مو یا حتی اکثر در مواقع خاص چشماش نیز فراتر نرید. اگه به دختری که هنوز فامیلیش رو هم نمیدونید بگید اندام زیبایی داره، احتمالا خیلی سریع از شما دور خواهد شد. اگر زیبا میخندد، این موضوع را به او بگویید. شماره 9، در مورد درس ها یا کاراش میتونید از او سوال کنید. لازم نیست مباحث کتاب ریاضی رو باز کنید، اما با پرسیدن درس، استادی، آینده شغلی مورد علاقهش میتونید به او نشون بدید که اون دختر برای شما مهم هست. وقتی جواب داد سرتون رو تکون ندید و بگید چه خوب، بلکه از او بپرسین که چرا به فلان درس علاقه داره و یا چرا میخواد در آینده طراح بشه. برخی از دخترها دوست ندارن در مورد مسائل درسی یا کاری صحبت کنند. اگه احساس کردین دختر مقابل شما از اون دست افراد هست، سریع از اون موضوع رد بشین. جوری سوال نکنید که انگار دارید اون رو بازجویی میکنید. خودتون هم در مورد موضوعات مورد علاقتون به اون بگید. شماره 10، تا وقتی شوخی های شما رو درک نکرده با او شوخی نکنید. بهتره با دخترها در مورد مسائلی که ممکنه به خود بگیرن شوخی نکنید، مثلا وزن، قیافه یا سطح هوششون. سعی کنید در زمانی که هنوز رو به خوبی نشناختین چیزی نگید که احتمال میره از اون برداشت بدی داشته باشه. اگر در اول ارتباط جوری رفتار کنید که به او بر بخوره، دیگه خیلی به سختی میتونید موضوع رو حل و فصل کنید. جنبه احتیاط رو رعایت کنید. هرگز با او شوخی نکنید مگر اینکه مطمئن باشید شوخی شما رو خواهد فهمید. بذارید او پیش قدم بشه. اگه مدتی است که با شما شوخی میکنه، شما هم میتونید سر شوخی رو با او باز کنید. فقط حتما سطح شوخی های خود رو با شوخی های او تنظیم کنید. دوستان عزیز، به این هشدارها بد نیست که توجه کنید. هرگز در مقابل او در مورد دخترهای دیگه صحبت نکنید. او رو با دخترهای دیگه مخصوصا دوستاش مقایسه نکنید. در مورد دوست دختر قبلیتون هم حرف نزنید، چون ممکنه احساس کنه که هنوز نسبت به او علاقه دارید. هرگز با بی‌ادبی یا پرخاشگری با او صحبت نکنید. اکثر دخترها از این رفتارها ناراحت میشن و ممکنه شما رو کنار بذارند. اگه با او بد رفتاری کردید و او مجددا با شما صحبت کرد، با رفتار محترمانه و مهربان اتفاقات گذشته رو سعی کنید جبران کنید. اگر از دست شما عصبانی شد یا گفت نمیخوام در این رابطه صحبت کنم، او را برای مدتی راحت بگذارید. زمان این موضوع هم مشخص نیست و کدورت ها ممکنه خیلی زود یا خیلی دیر برطرف بشه. همچنین اگه دختری تمایل نداشت با شما صحبت کنه، او را تحت فشار قرار ندید. یک مکالمه باید بین دو نفر شکل بگیره. حتی اگر شما تمام تلاشتون رو هم بکنید، در صورت عدم تمایل اون مکالمه ای صورت نخواهد گرفت. اگر با چنین موردی مواجه شدید، لازم نیست به شما بر بخوره. فقط طرف مقابل رو راحت گذاشته و برید. با تشکر از شما دوستان عزیز از دیدن ویدیو. دوستان عزیز حتما این کانال رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو در مورد این موضوع برای ما کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.